جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرحی ابتکاری از بنیاد قطر. برزیل اینک ششمین اقتصاد بزرگ دنیاست. گرچه درآمد سرانه حدود 8000 یورو چندان زیاد نیست، در نتیجه وقتی مسئله آموزش را در نظر بگیریم می‌بینیم که برزیل همیشه هم گل نمی‌زند. تبعیض‌های اجتماعی در مدارس، بودجه کم آموزش برای دبستان و دبیرستان و دسترسی محدود به آموزش عالی کمبودهایی هستند که در برزیل به چشم می‌آید. آیا این ضعف‌ها می‌تواند رشد اقتصادی کشور را کند کند؟ در اولین گزارش نگاهی به نمای کلی آموزش در برزیل می‌اندازیم. ساو پائولو آسمان‌خراش‌های زیبا دارد و حومه‌هایی که جان انسان‌ها در آن در خطر است. در برزیل اقتصاد رونق گرفته، اما آموزش هنوز از نقاط ضعف کشور است. اختلاف کیفیت میان مدارس دولتی و مدارس خصوصی بسیار زیاد است و تنها 43% کل جمعیت به دبیرستان می روند. برای جورجه 13 ساله مدرسه گیومار روشا رینالدی همه چیز است. این مدرسه خیلی برای من مهمه چون مرا در طول هفته مشغول می کنه. می‌گذارد تحصیل کنم و آینده‌ای داشته باشم، به دیگران احترام بگذارم و در آینده وقتی برای استخدام به مصاحبه می‌روم درست حرف بزنم و اشتباه نکنم. باعث می‌شود رشد کنم و بخوانم و بنویسم. برای برخی از این کودکان چنین مدرسه‌ای تنها راه فرار از فقر است، اما مدارس دولتی برزیل با مشکلات بسیاری مواجهند. عدم دسترسی به منابع اقتصادی و پول، تعداد بالای دانش آموزان کلاس‌ها و حقوق ناکافی آموزگاران. به علت شهرت بد مدارس دولتی، پدران و مادران ثروتمند ترجیح می‌دهند که کودکانشان را به مدارس خصوصی بفرستند. در برزیل نابرابری آموزشی بسیار عمیق است و این نابرابری‌ها به راحتی در وضعیت آموزش دیده می‌شود. از نظر سیاسی مدت زیادی نیست که این موضوع اهمیت پیدا کرده. از نظر دسترسی عمومی به آموزش پیشرفت کرده ایم، اما کیفیت هنوز مشکلی بزرگ است. مدارس خصوصی بسیار خوب داریم، اما مدارس دولتی بسیار بد است. بنابراین در برزیل با چالش وضع مقررات برای بخش خصوصی روبرو هستیم. کلژیو ورتیس یکی از عالی‌ترین مدارس خصوصی در برزیل است. شهریه ماهانه این مدرسه حدود 700 یورو است. معلم‌های اینجا خیلی خوب هستند و می‌توانید راحت با آنها حرف بزنید. در نتیجه می‌فهمید که دارید چیزهایی یاد می‌گیرید و اعتماد به نفس پیدا می‌کنید. از زمان اعتراضات اخیر در برزیل، مردم بر دولت فشار می‌آورند تا اختلاف میان مدارس دولتی و خصوصی را از بین ببرد و بهبود آموزش را یکی از اولویت‌های خود قرار دهد. افزایش تعداد دانش آموزان دبستانی و افزایش نامنویسی ها خبر خوشی است، اما وضعیت در مراحل بالاتر تحصیلی چگونه است؟ ببینیم در دانشگاه ها چه می‌گذرد. در یکی از قدیمی ترین دانشگاه های برزیل هستیم، دانشگاه روستایی فدرال ریو دو ژانیرو. قبلا نام این دانشگاه مدرسه عالی کشاورزی بوده و در سالهای اخیر رشته های آن متنوع تر شده. امروز لحظه موعود برای تاریتا فرا رسیده. او یکی از اولین کسانی است که در رشته علوم انسانی از این دانشگاه فارغ التحصیل می شود. اینجا بسیار پرجاذبه است. محیط اطراف آن زیباست. دلمان برای اینجا تنگ خواهد شد. این سالها در این دانشگاه به ما خیلی خوش گذشت. این دانشجویان مدرکشان را گرفتند و از اینجا می روند و جای آنها را دانشجویان دیگر می گیرند. امروز روز ثبت نام است و تالار درس پر شده. جوانان از نقاط مختلف برزیل به اینجا آمدند و این نشان می‌دهد که این دانشگاه رشد بی‌سابقه ای را از سر می‌گذراند. در طول 8 سال شمار دانشجویان دو برابر شده و به 10000 نفر رسیده است. در 8 سال گذشته بودجه ما دو برابر شده. این افزایش در تمام زمینه‌ها رخ داده. در هزینه‌های عملیاتی مثل برق و آب و تلفن و کاغذ و قلم، همینطور در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، ساختمان‌های تازه، تجهیزات جدید و حقوق کارمندان و استادان. همه این چیزها دو برابر شده است. برای رشد بیشتر نیاز به سرمایه‌گذاری داشتیم و همین کار را هم کردیم. یکی از مسئولان منابع انسانی دانشگاه می‌گوید که کتابخانه جدیدی نیز در دست ساخت است. در فراهم کردن محل سکونت برای همه با مشکل مواجه، اما این وضعیت را پشت سر خواهیم گذاشت. هنوز همه مشکلات را نتوانستیم حل کنیم، اما ترکیب اجتماعی جوانانی که اینجا می آیند بهتر شده است.
در برزیل تقریباً 75% مؤسسات آموزش عالی خصوصی هستند. دولت امیدوار است با سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و حمایت شرکت‌های خصوصی این عدم تعادل را از میان ببرد. اما پاولو که مدرس ریاضیات است، معتقد است معلومات پایین دانش آموزانی که از دبیرستان می‌آیند مشکل آفرین است. سطح معلومات کسانی که از دبیرستان به اینجا می آیند همچنان رو به کاهش است. برای اینکه افراد حرفه‌ای قابلی تربیت کنیم، نیاز به سطح خاصی از معلومات داریم که هنوز به آن نرسیده ایم. ایگور نماینده دانشجویان در کمیته عمومی دانشجویی است. ما را به اتاقش می برد که با 5 دوست دیگر در آن زندگی می کند. از نظر او آموزش در برزیل باید در جهتی دیگر حرکت کند. سال هاست که دولت آموزش را کالا فرض کرده، کالایی که نیاز به حفظ و بهتر کردن ندارد. دولت فکر میکند که کمیت مهم است و کیفیت آموزش به کمیت آن بستگی دارد. میخواهیم دانشجویان بیشتری در برزیل درس بخوانند، اما میخواهیم کیفیت این آموزش هم خوب باشد. هنوز برای بهبود آموزش عالی در برزیل راه درازی باید پیموده شود. تنها 8% برزیلی ها مدرک دانشگاهی دارند. در حالی که برزیل را شور و حال فوتبال در تابستان فرا گرفته، ببینیم چگونه آنچه در اینجا یادگیری بازی زیبا نامیده می شود می تواند بیش از وسیله‌ای برای سلامت بدن باشد. و البته درباره رویای تبدیل شدن به فوتبالیست قهرمان صحبت نمی کنیم. در زاغنشین مورو دسپرزرش که یکی از فقیرترین محله های ریو دو ژانیروست، فوتبال همگیر شده. این واقعیت حاصل برنامه اجتماعی ورزش سالم است که با حمایت شورای فرهنگی بریتانیا، مقامات محلی و پلیس برزیل که در فرایند آموزش محلی همکاری می‌کند، اجرا می‌شود. 3 سال پیش دیدن چنین صحنه‌هایی ممکن نبود، زیرا تمام زاغه‌های ریو دو ژانیرو تحت شعاع قاچاق مواد مخدر بود. پیشتر اینجا منطقه جنگی بود که دولت رهایش کرده بود و اینک آن را پس گرفته. تلاش ما این است که با ورزش این کودکان را مشغول نگه داریم که به مدرسه بروند و به آینده‌شان امیدوار باشند. پلیسیا پاسیفیکادورا نیروی ویژه‌ای است که 3 سال پیش با توجه به برگزاری جام جهانی در برزیل شکل گرفت و هدفش مبارزه با قاچاق مواد مخدر در زاغنشین‌ها و کاستن از آمار جرم و جنایت است. در طرح ورزش سالم، اینک 200 نفر می‌توانند تحت حفاظت پلیس فوتبال بازی کنند. می‌خواهیم پلیس در کنار مردم محل باشد. این مردم همیشه به پلیس بی‌اعتماد بودند و می‌خواهیم به این وسیله به مردم امکان بدهیم اهداف مشترکی پیدا کنند. فکر می‌کنم حیرت‌انگیزترین نکته برای جوانان همین باشد. اکنون این جوانان می‌توانند این رویا را در سر بپرورانند که در زندگی به جایی خواهند رسید و تکیه‌گاه‌های جدیدی پیدا خواهند کرد. و این همان چیزی است که روان 12 سال پس از 2 سال آموزش به آن دست یافته است. طرح خوبی است که به بسیاری از مردم کمک می‌کند تا در زندگی از چیزهای خطرناک بپرهیزند و زندگیشان را بهتر کنند و با چیزهای بد درگیر نشوند. همزمان با برگزاری جام جهانی در برزیل، ورزش و به ویژه فوتبال می‌توانند تکیه‌گاه مهمی برای آموزش شود. گرچه این کودکان همچنان به آموزش بیشتری نیاز دارند. خیلی بیشتر از آنچه تا 3 بار در هفته در کلاس فوتبال یاد می‌گیرند. می‌خواهیم بفهمند که با احترام به دیگران و مهربانی با دیگران، بدون اینکه خود را نابود کنند، می‌توانند خوشحال باشند. ورزش را به صورت انگیزه به کار می‌بریم، چون فرزندان ما، دختران و پسرانمان همه عاشق ورزشند، به ویژه فوتبال. انگیزه می‌دهیم و بعد نظراتمان را به آنها منتقل می‌کنیم. به عنوان مثال در طرح ورزش سالم، کودکان از پلیس یاد می‌گیرند که دیوارهای محله‌شان را رنگ کنند، گلکاری کنند و محیط عروضه‌شان را تغییر دهند. برنامه امروز ما به پایان رسید. به ما بگویید که چه تجربه‌ای از آموزش در برزیل یا هر جای دیگر دارید. از طریق صفحات رسانه‌های اجتماعی نظرات خود را با ما در میان بگذارید. جهان دانش در همکاری با وایز، طرحی از بنیاد قطر.